اصلا تو بهتر میکنم خانم آقایان دوست شما وقت شدیم بخیر باشه جناب آقایان. من اول با گیر به شما شروع کنم یا حرف خودم بزنم؟ با گیر به من بگیر 100%. اوکی اوایل صحبتاتون وقتی که داشتی صحبت میکردید گفتید که اوکی ما این طور تو ذهن من تداعی شد که مسلمان رو به مساوی یک پادشاهی کا در نظر گرفتید و اسلام رو به عنوان نهاد پادشاهی در نظر گرفتید. امیدوارم متوجه حرفم بشید. بعدش گفتید که اوکی چون ما الان با مسلمان‌ها داریم میتونیم مثلا اوکی یه اتحادی بزنیم با پادشاهی کا هم میتونیم بزنیم. البته من نگفتم اینا مثل همنا، من فقط برای اصلی که برای ببین خیلی ما دارم میگه اوکی آره اینا شباهت ندارن و فقط برای این مثال رو برای این زدم، برای اینکه نشون بدم که با کسایی که ما اختلاف نظر داریم ما میتونیم کوتاه بیایم سر ایرانی که برای آینده میخواد. تازه اتفاقا خوبم هست که اینو گفتی، چون ما اختلاف نظرمون با مسلمونا خیلی ممکنه بیشتر باشه درباره حکومتی که اونا میخوان تا با پادشاهی خواه. خب یعنی مثلا یک بحث من همینجاست. خب بله بله مثلا شما گفتید که ما من اشکالی هم نمیبینم که خودت برای خودت دارید مثلا میگی که اوکی من میتونم با یک مسلمان یا یک چیزم پادشاهی هم مثلا برم اطاعت بکنم، اما من این کارو نمیکنم. آره اوکی تو میدونی منم میدونم که اسلام یک تمامیت خواه است، به هیچ عنوان قابل مقایسه با پادشاهی سامانه پادشاهی نیست. اول من اسلامو نگفتم، من مسلمانان رو گفتم. خب اکثر مسلمانان اسلامو پادشاهی رو گفتی، اسلام پادشاهی رو گفتی. بله ببینید من دارم میگم ما یه مسلمانی که ممکنه یه مقدار دین تو حکومت میخواد، من حساسیتم برای دین تو حکومت بسیار بیشتر از یک پادشاهی نمادی بدون قدرت اجراییه. پس اوکی من میگم اگه حاضرم با اونا کوتاه بیام دیگه معلومه که حاضرم با پادشاه. کوتاه نمیام. نه من اینو کوتاه نمیام، چون این کسی که مثلا بخواد در فردای ایران یک حزب اسلامی بزنه اصلا این مغایرت داره با دموکراسی و سکولاریسم. چطور ممکنه؟ نه 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 ما داریم. ببینید شما اگه مثلا چیزی که در نظر شما هست مثلا سکولاریسم در حد لایسیته فرانسه هست یا حتی در حد آمریکا، خب بله اون وقت در این سکولاریسم در این هست شما یک حزب دینی نمیتونید داشته باشید. خب ولی مثلا ما تو آلمان خب حزب دینی داریم، حزبی که مثلا اسمش دینی باشه. خب حالا میدونم بله نه میدونم قابل مقایسه نیست، ولی دارم در مورد اصلش صحبت میکنم که خب قابل مقایسه نیست. خب منم قابل مقایسه نیست. تو ایران اتفاقا بیشتر مردم دین دارن نسبت به آلمان. تو آلمانی که انقدر بی دینی رواج داره حزب مسیحی دارن. خب تو ایرانی که انقدر دین رواج داره ما حزب دینی نداشته باشیم؟ آلمان من دارم میگم ببینید آلمان یک کشور سکولار حساب میشه، نه به اندازه فرانسه ولی خیلی بیشتر با اسلام یکی گرفتید. آجه عزیز جان هلند 4 تا حزب اسلامی داره، اسرائیل هم اسرائیل نزدیکتر به خون نزدیکتر به خودمون توی اسرائیل حزب اسلامی داری. تو اسرائیل اسرائیل کشور سکولار حساب میشه نسبتاً اوکی. من دارم اینو میگم مسیحی ذات مسیحیت رو به شما با ذات اسلام شما بهتر از من نمیتونید مقایسه بکنید. بله من میدونم من کل برنامه این برنامه داشتیم آقا، ما مجبوریم. مگه من خوشم میاد حزب اسلامی داشته باشیم؟ فکر کنید من راضی ام حزب اسلامی داشته باشیم؟ خب من معلومه که لایسیته فرانسه رو میخوام. خب ولی ما باید بپذیریم که واقعیت جامعه ما نمیتونیم الان به این همه مسلمان تو ایران بیام سکولاریسم در حد لایسیته فرانسه بیام تحمیل بکنیم. خب نمیشه، مردم قبول نمیکنن. واقعیت رو باید در روز زمین بپذیری که اینجوری شرطش نداری، ایدئالش نمیشه. وقتی که قوانین حالا بحث رو عوض وقتی که قوانین اوکی وقتی که قوانین اساسی شما بر اساس حقوق بشر باشه، بر اساس دموکراسی باشه، خب یه قوانین اساسی شما بر این پایه هستش حاجان. خب بر اساس بله اگه ولی شما انقدر تنها کشوری که تونسته در بله ایدئالش اینه، خب ولی تنها کشوری که تونسته سکولاریسم در این حدی که ایدئالش هست و اجرا بکنه آمریکاش هم حتی نیست. آمریکاش هم نیست. آمریکا الان به خاطر عقاید دینیشون دارن چی میگن ابورشن چی میشه میدونم. آره ابورشن رو دارن دوباره غیر قانونی میکنن، سخت جنین رو دارن غیر قانونی میکنن. خب آره ولی ما میگیم شما ایدئالی رو که در نظر دارین اساس حقوق بشری، بله ما رو میگیم ایدئالش فرانسه است. هیچ کشوری به غیر از فرانسه نتونسته در این حد بتونه سکولاریسم اجرا کنه. تنها حرف من اینه، من الان یه موقعیت گل دارم، نمیخوام موقعیت گلم از دست بدم. وا
حالا ما بحث داره عوض میشه. من دارم میگم که این موقعیت گلتون، به خاطر این موقعیت گلتون ممکنه باعث بشه که اصلا مردم نپذ، یعنی چندین سال جنگ داخلی بشه. خب ما باید بخواد ببین، ما باید یه سری چیزایی که از این جمهوری اسلامی بهتر خواهد بود و بپذیریم، برای اینکه با اینکه اون چیزی که ما میخوایم نشه. خب شما چی میخواید؟ میخواید مثلا یه دهه جنگ داخلی داشته باشین با مسلمانان ایران، یه سری یه چیزی که واقعا عالی نیست ولی بهتره رو قبول کنیم؟ چی؟ این که اسلیپری اسلوپ شد، شما از کجا رسید به جنگ داخلی؟ یه برس اسلیپ درست مغلطه اسلیپری اسلوپ بگو، شیب لغزنده مغلطه، شیب لغز فارسیشو بگو. یکی از مثالاش رو زدم، یه مثال اکستریمش رو زدم، لزوما این اتفاق نمیفته. دو تا شد. خب چی شد؟ مثال اکستریم زدی، دو تا شد، دو تا مغلطه. یه مثال اکستریم زدی، یکی اینکه شیب لغزنده استفاده کردی. حالا مثال اکستریم زدن مغلطه نیست، من شیب لغزنده تو قبول کردم، مثال اکستریم زدن شیب مغلطه نیست، قبول کردن که این مثال اکستریم. باش 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 باش، من از این میگذرم ولی من نظرم هنوز هم